سلام بکس حالتون چطوره من فورتینکه و امروز توی این ویدیو میخوام برای اون کسایی که سیستم ضعیفتری دارن و میخوان اف پی خودشون تو بازی ورد اف وارکرافت خود بیارم بالا سری آموزش بذارم سری آموزش های نرم افزاری که چیکار میتونیم بکنیم که از اون سیستم ضعیفی که داریم بهترین بازخورد رو بگیریم و خب الان تو ایران وضعیت جوریه که واقعا نمیشه رفت سیستم خیلی قوی جمع کرد خیلی قیمت ها بالا من یه سری ترفندا بهتون میگم که تا حدی میتونه کمک کنه که بهتر بازی رو اجرا کنید خب بچا تو فضای بازی که میاد کاری که تو خود بازی میشه انجام داد اول میخوام بهتون توضیح بدم خب فکر کنم اینو دیگه خیلیو بدونید خیلی ساده است ولی خب بازم میگم میایید تو بازی تو قسمت گرافیک گرافیک کوالیتی رو تا جایی که میشه میارید پایین یعنی گرافیک کوالیتی رو روی یک و بدونید گرافیک کوالیتی که تا ته میارید پایین یه سری اتفاق میفته یه سری افکت ها رو تو بازی بهتون نشون نمیده یه سری از لول ها رو نمیتونید ببینید شاید بازی کردن واسه سخت باشه ولی خب اف پی میاد بالا دیگه اگه سیستمتون ضعیفه بعد خودتون انتخاب کنید که اف بیشتری بخورید یا اینکه افکت رو نبینید یکی از کارهایی دیگه که میتونی بکنی این رزولوشن رو کم کنی ولی به نظرم بهش دست نزنید خیلی تصویرتون بد میشه ولی اف پی تون میاد بالا یعنی دیگه هم که الان موسم روشه رو دست بزنید کم و زیاد کنید کمیش کنید دیگه و کار دیگه ای که تو خود بازی میتونی الان من گرافیکمون تا جایی که میشد آوردم پای الان اف پی هم چقدره اف پی هم کلا 60 نشون میده چون زدم بیشتر از 60 نره چون که کلا مانیتورم 60 هرتز من کلا مشکل اف پی اس ندارم این گرافیک هم کم کنم شما متوجه نمیشید که چقدر خوب شد ولی خودتون قطعا رو سیستمتون اگه ضعیف باشه متوجه میشید یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه که ادانا رو بکن الان من رفتم توی گیم منو تو قسمت ادان یا علمه ادان شاید داشته باشی که خیلی وش استفاده نمی کنی هر چقدر میتونی ادانا تو ببند یعنی همه تیکاشو وردار دیزیبل کن ادانا یه بخشی از رم رو نصرف میکنن که باعث میشه که FPS شما بیاد پایین پس شما پیشنهاد من که تو جایی که میشه اصلا از ادون استفاده نکن اگه سیستم ضعیفه و تا جایی که میشه از ادونایی که فقط ضروری استفاده کن بقیه همه رو دیزیبل کن حتی برو از روی ورد و فورکرافت هم آن کن پاکش کن کن خب کارهایی که رو خود ویندوز میشه انجام داد یکی که بعد از اینکه بازی رو باز کردیم بتل نتتون رو ببندیم چون خود برنامه بتل نت یه حجمی از داده های سیستم شما رو مصرف میکنه سی پی و رم مصرف میکنه و باعث میشه که شما اف پی اس بخورید پس شما یکی راهکارش اینه که کلا بتل نت رو ببندی وقتی که رفتی تو بازی یا کلا بازی رو مستقیم باز کنی اصلا بتل نت رو باز نکنی مثلا من شورت کات گذاشتم واسه گیم رو گیم که کلیک میکنم خود به خود گیم واسه باز میکنه این صفحه واسه باز میشه اکانت هم پسورد دارم میزنم میم تو اگه میخواید این کار رو نکنید میتونید بید تو تنظیمات بطل نت دقیقا قسمتی که میام توی سیتینگ و توی قسمت سیتینگ که بیاید دیگه نوشته آن گیم لانچ یه گزینه داره نوشته اگزید بطل نت کامپلیتلی یعنی وقتی که گیم رو لانچ کردید بتل نتتون رو بعدش ببندید اینو بذارید روی این تنظیمات اگه سیستمتون ضعیفه که وقتی رفتید توی گیم بتل نتتون بعدش ببنده که اف نخورید یه کاری که میتونید بکنید اینه یه کار دیگه که باید بکنید اینه که میتونید تسک منیجر تاسک رو باز کنید و همه برنامه های اضافی که بازه رو ببندید یعنی هر برنامه اضافی که بازه رو ببندید اگه برنامه اینجا برنامهایی که اینجا بازه که مثلا بتل نت از اینجا میبندم از اینجا هم میشه بس بسته شد برنامه های اضافی که مثلا اگزید لگ ما اینجا میبندم خب اینا چیزهای ضروری مثلا چیز اضافی باز نکردم ولی شاید خیلی از برنامه های بی دلیل باز و شو سیستمتون مثلا تو خودکار رو میشه برین برنامه های اینجوری ببندید و نکته دیگه ای که داره حتما حتما از ویندوز تن استفاده کنید خیلی بهتره یعنی خیلی بازی آداپت تر با ویندوز 10 تا ویندوز قدیمی و ویندوزتون رو آپدیت کنید یعنی سیستمتون ضعیفه آپدیت کردن ویندوز به دردتون میخوره چون که باعث میشه که گیم راحتتر تر اگه بیاید تو استارت دقیقا هم چیزی که من میزنم ویندوز 10 داشته باشید آپدیت بزنید چک فور آپدیت میاد اینجا میاد صفه واسهتون باز میشه ویندوز آپدیت میتونید ویندوزتون رو آپدیت کنید ویندوزتون رو آپدیت کنید کارت گرافیکتونم درایوراش رو آپدیت کنید خیلی تاثیر داره یعنی اونم آموزش آپدیت کردن درایور کارت گرافیک هم میذارم براتون آپلود میکنم هر وقت آپلود کردم لینکشو رو تو دیسکریپشن میذارم حتما کارت گرافیکتون 100 درصد آپدیت کنید ویندوزتون رو آپدیت کنید و اگه ویندوزتون پر از نرم افزارهای آتاشقاله پر از جانکه، پر از چیزایی که نیاز بهشون ندارید فقط سیستمتون رو پر کردن برید همه رو حذف کنید یا طوری بگم یه ویندوز عوض کنید عوض کردن ویندوز واقعا تاثیر داره و یه بخشی داره خود ویندوز 10 اگه کارت گرافیکتون قابلیتش رو داشته باشه و کارت گرافیکتون آپدیت باشه ویندوزتون آپدیت بشه استارت رو که بزنید اونجا بزنید جی پی یو سیتینگ خوش اولین گزینه که میره گرافیک سیتینگه اونو میزنید یه گزینه داره به نام و یه گزینه داره که میتونی آنش کنی این گزینه رو که آن کنی بهتر میشه اف پی اس اگه کارت گرافیک قدرتش داشته باشه یعنی خود کارت گرافیک ویندوز از خود کارت گرافیک استفاده میکنه که اف پی بهتری بیت بده میتونید به تو سیتینگ این گزینه رو آن کنید و دیگه در کل همین دیگه ویندوز تو تا جایی که میتونی خلوت کن ویندوز تو عوض کن ویندوز تو آپدیت کن کارت گرافیکت هم آپدیت کن دیگه کار دیگه فکر نکنم بشه خب بچه امیدوارم از این تنظیماتی که براتون توضیح دادم خوشتون اومده باشه براتون کاربردی بوده باشه اگه استفاده کردین از این ویدیو میتونید ویدیو منو لایک کنید همینطور میتونید سابسکرایب کنید به من این که من ویدیو دیگه انتشار کنم نوتیفیکیشنش برای شما میاد و در آخرم خداحافظ